ای لعنتی نمیذارم از چنگم فرار کنی. اسب منو بیاری. برو حیوان. از شکارگاه زیاد دور نشین قربان. چه رایحه خوشی. چه زیبا، چه بوی خوبی. کاری بهش نداشته باش. با من بودی بچه؟ اینجاست. تو مگه کس دیگه هم اینجا هست؟ خب آره. تو؟ من عیبی نداره ولی تو نه. ببینم این باغ مال توه؟ مال من و مادر بزرگم و خواهرم. اوه اسم چه دختر جان؟ چه اسم نداری؟ دارم ولی خواهرم گفته با غریبه ها حرف نزنم. پس اون موقع تا حالا داشتی چی کار میکردی؟ داشتم از گلامون مواظبت میکردم. ببینم منو میشناسی؟ بله. خب من کیم؟ دزد گل. ولی من که باش کاری ندارم. ببین همشون قبراق و سرال سر جاشون وایستادن. میخواستی ولی من نذاشتم. هانا اینجایی؟ چرا هرچی صدات میکنم جواب نمیدی؟ داشتم دزد باغمونو بیرون میکردم. چی شد؟ تونستیم پیداشون کنید؟ نه قربان، اثری ازشون نیست. قربان، اونجا رو این چیه؟ چه بوی خوبی داره. شربت گل قربان، با گلای باغمون درست کردیم. میل بفرمایید. چه طعم خوبی داره. سر حالم آورد. دشمن نه انگار که دهنم پر گل شده. که گفتی این باغ مال تو و مادر بزرگت ها؟ منو یادت رفت. بله آلی جناب، در واقع این باغ یادگار پدر و مادر مرحوممونه. خبر نداشتیم در ولایت تحت حکومت ما باغ به این زیبایی و پرگلی موجوده. باید خیلی برای زحمت کشیده باشین که اینطور پرگل و میوه شده. معلومه، پس چی خیال کردی؟ جسارت خواهر منو ببخشید آلی جناب، همش به خاطر علاقش به این باغه. بالاخره هر باغه یه بلبلی داره. به گمونم بلبل این باغم این دخترک پرروه. چه خوب که پیداتون کردیم قربان. کم کم داشتیم نگرانتون میشدیم. یعنی چه؟ چی میگی؟ مگه با بچه طرفی؟ قصد جسارت نداشتم قربان، اما خیلی از شکارگاه دور شدین. ممکن بود مورد سوء قصد قرار بگیریم. نگران نباش، هرچند شکار فرار کرد ولی در عوض این باغ زیبا رو پیدا کرد. خوشحالم که این موضوع باعث خرسندی شما شده، ولی باید تا قبل از تاریکی هوا به قصر برگردیم. بریم؟ کجا بریم بهتر از اینجا؟ حتی تو قصر مجلل ما هم همچین گلای پیدا نمیشه. تصمیم گرفتیم امشب اینجا بمونیم و نفسمون از عطر گلاش پر کنیم. اجازه هست چیزی بگم آلی جناب؟ او دختر باغ ما. از اینکه باغ ما نظر شما رو تا این حد به خودش جلب کرده خیلی خوشحالیم، اما باید به عرض برسونم که امکانات ما برای پذیرایی و سکونت عالی جناب خیلی محدوده. حق با نوم قربان، دیوارای اتاقمون نم کشیده. امکانات ما برای شما و همراهانتون اصلا مناسب مول فرزند صحراست. امشب و به رسم نیاکانمون در یورت میگذرونیم. امر شماست قربان. زودتر به افراد شکارگاه خبر بدین که یورت عالی جناب و در باغ برپا کنن. داری چی کار میکنی هانا؟ باید تا شب نشده از باغ بریم بیرون. من نمیام، میخوام مراقب باغمون باشم. میبینی که نمیشه. امشب مجبوریم بریم روستا. فردا که مغلا رفتن برمیگردیم باغمون. اگه فردا برگشتیم و از باغمون چیزی نمونده بود؟ نگران نباش، چیزی نمیشه. قول میدی؟ دیگه نبینم گلامونو بخوری یا همون علفو بخور. بفرمایید، اینم شیر تازه. نوش جونتون. دست درد نکنه پسرمو، زحمت کشیدی. خدا خیرت بده پسرم. این حرفا چیه ننه؟ وظیفمه. پس چرا نمیخوری دخترمو؟ نکنه دوست نداری؟ با تو هم هنا. چیزی نیست، فکر کنم دلش هوای باغمونو کرده. آها، خدا بگم این تایمانه بی چشم رو چیکار کنه؟ آخه یکی نیست بهش بگه تو که قصر به اون گندگیو داری تیکه با باغ مردم چیکار داری؟ آخه شیطونه بگه برم از باغ بندازمش بیرون. باید همون اول خودم از باغ بیرونش میکردم. چی میگی دختر؟ تو که زورت به اون نمیرسه. تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که تا فردا صبر کنیم تا خودشون برن. آره گلم، یه شب که هزار شب نمیشه. خدا بخواد فردا برمیگردیم باغمون. خیلی یواش میری پسرمو، زودتر برو زود برسیم. آروم باش هانا، الان میرسی. بچه از ذوق دیدن باغ دل تو دلش نیست. عوض حرف زدن تندتر برو. باشه خیلی خوب، تسلیم. تندتر برو حیوان. هی ها، ای بابا اینا که هنوز اینجا. وایس حیوان. سلام باغ قشنگم، من برگشتم. کجا میری بچه؟ جمل که پدرتو که همینجور سرتان دقتی پایین میری تو. بله الان هم مال ماست. نه برو رد کارت بچه، برو ببینم. چی کارش داری بچه رو؟ باغ خودش درش میخواد بره تو. ببخشید فکر کنم ما رو نشناختین. ما اینجا زندگی میکنیم، قرار بود امروز برگردیم. برگردین که مثلا چی بشه؟ که باغمون رو پس بگیریم. مزخرف میگین. این باغ متعلق به حاکم بزرگه، تا اجازه ندن کسی حق نداره واردش بشه. حتما اشتباه میکنین، ما خودمون باغو در اختیار حاکم گذاشتیم، قرار بود امروز بهمون پس بدن. حرف دهنتو بفهم پیرزن، برو رد کارت. ها؟ با کی بودی بیادم؟ الان نشونت میدم بیچربیتم. بگیر. حرف دهنتو بفهم. استرا تو میرسم. حقته. آره ای وای، صورت به بچه رسیده. بگه که اومد. آی معلوم هست چه غلطی میکنی. الان میدم یه فصل شلاقت بزنن تا بفهمی سرپیچی از فرمان مغول یعنی چی. دستمو ول کن. خواهش میکنم با پسرمون کاری نداشته باشی، خواهش میکنم. حیف که نمیخوام روزمو با شما نادونا خراب کنم. زودتر جلو پلاستون رو جمع کنید بزنید به چک. زود باشین. نمیخوام، میخوام برم تو باغمون. یه بار دیگه اسم این باغو بیارین میدم زبون همتونو ببرن. دیگه هم این دور و برا پیداتون نشه. گرشین. سرورم بگید نفر بعدی رو وارد کنید. قربان کلیه فالگیری به درب باغ اومد و اصرار داره با شما ملاقات کنه. بد نیست، بیشک موجب سرگرمیمون میشه. بیاریدش. ادبت کجا رفته مردک؟ تعظیم کن. حدس میزدم که صاحب این باغ باید مرد بیباک و شجاع و دلیری باشه، اما حالا مطمئن شدم. بیشک جز دلاوری چون شما کسی جرأت پا گذاشتن به این محیط منحوس رو نداره. منظورت این باغ مصفاست؟ شما زیبایی و تراوت این باغ رو میبینید و من نحسی و شومبختی اونو. از چی داری حرف میزنی؟ از شیاطین و اجنه‌ای که این باغ رو تسخیر کردن. شیاطین؟ ارواح بسیار خبیثی که در آب و خاک و گیاهان و درختان این باغ رخنه کردن و با زیبا جلوه دادنشون اونا را مسخر خودشون کردن. اشباح منحوسی که چون چشم دیدن فرد قدرتمند از خودشون رو ندارن، اونا همراهانش رو به تسخیر خودشون در میارن و به سخت‌ترین شکل ممکن خلاص میکنن. میتونی نشونی از وجود این شیاطین به من بدی؟ خوش دارم رو در رو باشون مبارزه کنم. چرا ساکت شدی؟ حرف بزن. ارواح خبیث رو نشونم بده، شاید هم یکی از اونا همین نزدیکی ها باشه. یادتون باشه که بی حرمتی به ساحران نحسی به بار میاره. اما اگه اون ساحر قلبی باشه چی؟ این صدا از کجاست؟ شیاطین حمله کردن. آروم باشین بابا. قربان کلی غیبش زده. زودتر یه نفر دنبالش بفرست. زود باش. عصای قربان. کلی کی رسیدی اینجا؟ را بیافت. ای باتام باید برگردی باغ. چی گفتی؟ باور کنید راست میگم قربان، با چشمای خودم دیدم. خیلی خوب، برو سر پسته. جسارت منو ببخشید قربان، ولی شاید بهتر باشه که به قصر برگردی. دهنتو ببند بسته. چطور رود میشه اسم خودتو بذاری سرباز؟ اونم سرباز مغول. حتی اگه شیاطینم تو این باغ باشه، تایمان تا اونم شکست نده از جاش تکون نمیخوره. جوچی؟ بله. افرادمون رو گوشه و کنار باغ مستقر کن. همه باید تا صبح نگهبانی بدن. هر خبری شد منو در جریان بذاری. دیگه کار تمومه سرباز احمق. بود زود باش خودتو نشون بده. تو بودی؟ پس فکر کردی کی بوده نادون؟ ارواح خبیث. اسمشون رو نیار، نحسی میاره. مگه قبلا اومدن سراغت؟ سراغ من نه، ولی یه بار برادرمو گرفتار کردن. ها؟ چطوری؟ برادرم استاد گرفتن و رام کردن اسبای وحشی بود. یه بار برای گرفتن یکی از اونا گذرش افتاد به یه جنگل مخوف، اما موقع برگشتن راهشو گم کرد. همینطور که داشت راهشو پیدا میکرد یهو چشمش افتاد به یه کلبه چوبی. برادرم رفت توی اون کلبه. خب بعدش چی شد؟ ها؟ نمیدونم، چون هیچ وقت با کسی در موردش حرفی نزد، ولی وقتی برگشت تموم موهای سرش سفید شده بود. شمن قبیلمون میگفت از ترس شیاطین و ارواح خبیث این برا سرش اومده. چه وحشتناک. ولی اینجا از این چیزا پیدا نمیشه. اون مرد کالی هم دروغ میگفت. پس اون صدای ترسناک از کجا بود؟ حتم دارم که مرد کالی خودش یکی از همون شیاطین بود که خودشو به شکل فالگیر در آورده بود. راستش من یکم سردم شده. باید برم کنار آتیش. آخ کی بود؟ این سر و صداها برای چه؟ چرا هوار میکشه؟ چی کار میکنید؟ نادونم ماما نمیتونید منو از باغم فراری بدید. شکستتون میدم. کی اونجاست؟ گفتم کی اونجاست؟ خودتون نشون بده. بیا بیرون. بابا جنبین تکون بخورین، حرکت کنین. اونجا رو ببینید، خودشه، شیطانه. تا تذکیرتون نکردن فرار کنید، فرار کنید. من نمیترسم. کسی نیست، میتونین بیاین تو. سلام باغ قشنگمون، دلم برات یه ذره شده بود. خدایا شکرت که فرشته‌هاتو به یاریمون فرستادی تا شر اون شیاطینو از سرمون کم کنن. فرشته های زمینی، خواهش میکنم کمک کنید باغ عمومو از اون سال ما پس بگیریم. اون باغ تنها دارایی دختر عمومه، خیلی براش زحمت کشیدن. نگران نباش پسر، همین حالا را میافتیم میریم دخلشونو میاریم، پرتشون میکنه از باغ بیرون. آره دلم لک زده برای مبارزه حسابی. تون نرین بچه، باید حساب شده عمل کنیم. مراد درست میگه، حتی اگه به زور شمشیر تایمان و افرادش رو از باغ بیرون کنیم، دوباره با افراد بیشتری برمیگردن و باغ رو تصاحب میکنن. و این بار دیگه هیچ کدوم از ساکنان باغ رو زنده نمیذارن. پس چی کار کنیم؟ بذاریم تایمان مفت و مجانی باغ عمومو صاحب بشه؟ نه، اما این بار باید به شیوه دیگه ای عمل کنیم. چی تو سرت داداش شهاب‌الدین؟ با شناختی که از مغولا داریم، اونا افرادی خرافاتی هستن. از چی حرف میزنی؟ از شیاطین بچگونی که این باغو تسخیر کردن. اما اگه تایمان بهت شک کنه چی؟ اون وقت زبونم لال، کار تموم داداش. اما اگه اون ساحر قلبی باشه چی؟ اون وقت من وارد میشم و دخلشو میارم. تو نبرز. این بهده سینه است. این قنات قدیمی به چاه باغ راه داره. در واقع آب چاه از این قنات تامین میشه. فهمیدم باید چی کار کنم. قربان کلی غیبش زده. زودتر یه نفر دنبالش بفرست. باطم باید برگردی با. نقشمون گرفت. حالا نوبت مرحله بعدیه. رو No, do not. موفق شدیم، فراریشون دادیم. کارتون حرف نداشت بچه‌ها. کسی نمیخواد من از این تو در بیاره؟ همیشه قدردانشون هستم. خواهرجون، بیا ببین موبایلم و گلمون چی کار کردن. عیبی نداره خواهر کوچولو. دوباره همه شونو میکاریم، حتی بیشتر از قبل.